داستان دانشگاه من از اونجا شروع شد که شب و روز برای قبلی گذشته پرستاری خوندم و چند روز درگیر انتخاب رشته بودم و بالاخره نتایج اومد و متاسفانه دانشگاه دولتی کلن مردود شد. سریع رفتم نتیجه دانشگاه آزاد ببینم و دیدم آخرین انتخابم یعنی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم تجربات تهران قبول شد و قبولی مصادف بود با شیوع جهانی ویروس کرونا و تعطیلی کل جهان. چند روز دپرس بودم که برم سربازی و چند سال بعد شانسم رو دوباره امتحان کنم یا با همین رشته که اصلا نمیدونستم چیه کنار بیام. بالاخره تصمیم کبرا رو گرفتم و رفتم تهران تا این رشته رو به عنوان شغل آینده‌ام انتخاب کنم. از اونجا که آموزش و امتحانات دانشگاه به صورت مجازی برگزار میشد و اساتید و دانشجوها رو از نزدیک نمی‌دیدیم، یه قرار تهرانگردی گذاشتیم تا بیشتر با هم آشنا بشیم و هر کدوم از بچه‌ها از شهرهای مختلف خودشونو به تهران تو ویدیوهای آینده با این سه نفر بیشتر آشنا بشیم. در ادامه از حس و حال اولین امتحان دانشگاه که به صورت مجازی برگزار شد ممنون میشم کانال رو سابسکرایب و ویدیوها رو لایک کنید. فردا 18 و ماه اول امتحانات ترم 1 به داشت عمومی کاردانیش برگزار میشه. ولی امتحان فصول بهداشته و الان مثلا دارم این سوالاتش در مورد آب و هوا و نمیدونم سرب نوم و غل و اینجور چیزا جزوم هیچ کدوم اصلا چاپ نمی کنم، همش کلیپ داخل گوشی اصلا گوشی می خونم. داخل بیت کوین سرمایه گذاری کردم، اتریوم خریدم، بیت کوین خریدم، دوج کوین خریدم، لایت کوین خریدم، استلا خریدم، بیت کوین کش خریدم، نه خرد خرد خریدم. سلام، امتحان جامعه شناسی دارم. متاسفانه بعضی اساتید به قدری سختگیری میکردن که به تنهایی نمیشد به سوالات پاسخ داد و حتی ما از روش های مختلف امتحان رو پاس کرد. ما به این روش عمل میکردیم که تمام سریه تدریس اساتید رو به نسخه تایپ شده در میآوردیم و اون PDF ها رو بین بچه ها تقسیم میکرد. تقریبا نفر یک گروه تلگرام میزدیم و یک نفر داوطلب میشد تا اول از همه وارد سامانه بشه و از سوالات اسکرین بفرسته و هر کس به سوالات بخش خودش پاسخ میداد و تو گروه میفرسته. ناگفته نمونه این روش رو برای درسهای عمومی انجام میدادیم و درسهای تخصصی رو واقعا مثل خر میخوندیم. امتحانات مجازی ما تو سامانه وادانا برگزار میشد. از اونجایی که راه تقدم وجود داشت اساتید تعداد سوالات زیادی تر میکردن و زمان کمی اختصاص میدادن، عملا تقلب غیر ممکن بشه. مثلا برای همین درس فارسی 40 سوال و 38 دقیقه زمان داشت. البته همچنان راه های تقلب وجود داشت و امتحان بدون تقلب معنا نداره. کلاس های مجازی دانشگاه هم با برنامه ادوب کانکت برگزار میشه و از اونجایی که اساتید و دانشجوها تجربه کار با این برنامه رو نداشتن پر از چالش و اتفاقات مختلف براشون بود. متاسفانه و خوشبختانه به خاطر وجود ویروس کرونا تو این دو سال تحصیلی یک جلسه هم سر کلاس دانشگاه نرفتم و تمام پروسه تحصیلی به صورت مجازی انجام شد. همین تحصیل مجازی این فرصت رو برام مهیا کرد که در کنار تحصیل به عنوان تصریح کننده واکسن کرونا تو مرکز بهداشت مشغول به کار بشم. تو ویدیو بعدی بیشتر راجع به فعالیتی که تو پیتی کرونا در مرکز بهداشت انجام میدادم میگم. ممنون میشم همراه هم باشی و کانال رو سابسکرایب کنی. داستان این کانال تازه شروع شده. همراه باشی.